خانم ها و آقایان، به اولین و جنجالی ترین شو تلویزیون ایرانی نکست پرشین استار از شبکه تی وی پرشیا خوش آمدید. در هیئت جوری بارتان آوانسیان، محمد مقدم، و امید. مجری برنامه خشایار قیاسی، خانم و آقایان، حضور محترم، مجددا خوش آمدید به فینال بزرگ نکست پرشین استار از شبکه تی وی پرشیا. با شما هستیم در هفته دوم، اجرای دوم فینالیست های ما و سه جوری عزیزمون. آقای مقدم عزیز، هفته پیش رو پشت سر گذاشتیم، چه هفته ای داشتیم؟ در کل برای شما کار دوستانمون چطور بود؟ والا دوستان همه خوب بودن، غیر از یکی دوتاشون یه خورده از نظر شرایط استرسی و موقعیتی نتونستن کارشون دقیقا اون جوری که هست 100%، ولی رضایت بخش بودن همشون. فکر میکنم که تو این هفته همه خیلی به مراتب بهتر باشن، خیلی خوب بودن. آقای آوانسیان، بله، رقابت ها نزدیک به هم هستش، برای ما هم خیلی خیلی سخت شده و مشکله، ولی کارش نمیشه کرد، باید ببینیم، بشنویم و قضاوت بکنیم. من هم خسته نباشید به همه بچه ها میگم، همچنین به شما. هفته قبل به نظر من بچه ها نهایت سعی خودشون رو کردن و همه شاهد بودیم. خیلی مشتاقم ببینم که این هفته بچه ها چیکار میکنن. مرسی، به افتخار هیئت جوری عزیز ما. سال پیش ما 5 فینالیست داشتیم، هر 5 نفر رو دعوت کردیم، متاسفانه به خاطر شرایط خصوصی که داشتن نتونستن همشون اینجا شرکت بکنن، ولی به نمایندگیشون یکی از این فینالیست ها امشب در جمع ماست با یک ترانه بسیار زیبا، کاری بی‌نظیر از آقای محمد مقدم. افتخار نیما عزیز با ترانه گل. ای گل، جای تو در این دل من،
ای که تو افسانه من، من حریق آرزویت، عشق تو در خانه من. ای تو بساز بال و پر من، تو نشو دور از ره من، من تو رو میپرستم، تو رگ و تو ریشه من. ازم نگذر، ازم نگذر، بمون تا عاشقت باشم، منو بشنو، منو بشنو، بذار من آورت باشم، رفاقت کن، رفاقت کن، بیا منو بهش دعوت کن، گل من باش، گل من باش، بیا با زندگی رو خوشتر کن. ای گل جای تو در این دل افسانه من، حریق آرزویت، عشق تو در خانه من. ای عشق تو بساز بال و پر من، تو نشو دور از ره من، من تو رو میپرستم، تو رگ و تو ریشه من، تو رگ و تو ریشه من، تو رگ و تو ریشه واقعا این جوان به این خوشتیپی با این صدای زیبا و کار بی‌نظیر آقای محمد مقدم، یه دست محکم مقدم دوست داریم. نیمای عزیز خسته نباشی. پنج نفر فینالیست سال پیش، میتونم بگم هر 14 نفرشون فوق‌العاده بودن، اگه دوستان عزیزم تایید بکنن. شما نفر سوم شدیم، ولی واقعا یکی از بی‌نظیرترین صداها رو داری. چیکار داری میکنی؟ یکم تعریف بکن برای ما. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های عزیز توی خونه، همینطور هیئت جوری محترم و شما عزیزانی که در سالن تشریف دارید. خیلی خوشحالم از اینکه آقای دکتر قیاسی به بنده افتخار دادن که امروز امشب در خدمت شما عزیزان باشم و همینطور بتونم این آهنگ بسیار زیبایی که جناب آقای مقدم زحمت کشیدن رو برای شما عزیزان اجرا بکنم. من در حال حاضر دارم تلاش میکنم که همینطوری بتونم کارهای بسیار بسیار زیبا رو در کنار آقای مقدم به شما عزیزان ارائه بدم و امیدوارم که شما همه این موزیکا رو دوست داشته باشید. و خیلی خوشحالم از اینکه تمام عزیزانی که واقعا میتونم تشکر بکنم، پارسال این ملت عزیز ایران خیلی به بنده لطف داشتن که تونستن منو همکاری، یعنی همیاری کنن که بتونم در مرحله، در فینال مسابقه در مرحله سوم قرار بگیرم و خیلی خوشحالم از اون. خیلی ممنون. یه سوال ازت دارم.
بعد از اینکه جزو فینالیستا بودی و اون دو ترانه زیبایی که باز کاری از آقای محمد مقدم و دوستان خوبمون بود انجام دادید، مثل مادر ایران، و بعد از فینال توی شهرت که راه می‌رفتی توی کوچه خیابون چه خبر بود؟ آقا والا دیگه این موزیک انقدر خوب بود که خیلی ها به خود من زنگ می‌زدن آقا ما منظورم این اصلا راحت میتونستی تو خیابون قدم بزنی؟ اون که دیگه خیلی خیلی اوکی هیچ آره اصلا دیگه واقعا سرمون شلوغ پلوغ شده دیگه با این موزیکای زیبایی که های مقدم زحمت کشیدن. واقعا بهت تبریک میگم، استحقاقشو داری، منتظر کارهای جدید از شما هستیم. دستتون درد نکنه. تی وی پرژیا همیشه به تمام عزیزانی که در این برنامه شرکت میکنن و جزو دوستان ما هستن، هنرمندای ما هستن، اهمیت خاصی میده و کاراشون رو پخش میکنه و همیشه دنبالش هستیم که شما هر روز موفق‌تر و پیروزتر باشید. خیلی مرسی. باز نیمای عزیز در جمع ما خواهد بود. خیلی متشکرم. به افتخار شما لطفا. خب بینندگان عزیز، شروع میکنیم برنامه رو. در دومین مرحله هر کدوم از دوستان با یک ترانه آخرین شانسشونه که به مرحله بعد برسن. 12 نفر که از این 12 نفر 8 نفر به مرحله بعد خواهد رسید و از 4 نفر خداحافظی خواهیم کرد. یک اجرا، یک شانس. با این اجرا، با یک اجرای خوب میتونیم شما رو هفته آینده باز در جنب خودمون داشته باشیم. به افتخار این دوستان یه دست خیلی محکم. برنامه رو باز با خانوم عاطفه شروع میکنیم. به افتخارشون. فکر میکنی جزو فینالیست هستین؟ هرچی خدا بخواد. استاد عزیزم خیلی به من کمک کردن. به پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتم که خودم یه محکی بزنم و توی این برنامه شرکت کنم. هیئت جوری هم نظرشون رو دادن، ازشون ممنونم. انشالله ببینم خدا چی میخواد، آیا به مرحله بعد صعود میکنم یا نه. شب بلند و دل من در تب و تابون، لحظه ها همه پر از حسرت خواب. وای در در دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدن مثل سراب. وای شروعش با تردید بود، خیلی مسلط نبودی. به نظر من عاطفه کارش خیلی قشنگ بود، به این خاطر که زمانی که داشتیم با هم تمرین میکردیم اون چیزی رو که بهش گفتم واقعا خیلی خوب گرفت. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم. منو دریاب که دل تنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار. به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود. به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو به
از احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم، وجودم بی تو یخ بسته به تاب سردم زمستونم، منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم، یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدون، یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدون. من که هیچ دوست ندارم به این زودی به این خانم محترم با صدای زیباش و ترانه بی‌نظیر از شاهمایی هنر ایران خانم گوش خدافظی کنم. نظر شما چه های مقدم؟ این آهنگ یه خورده آهنگ همچین بگی نگید آهنگ مشکلیه که خانم گوش اجرا کردن و شما هم سعیتون انجام دادید، یک جاهایش رو اون چوری که باید انجام میدادید، یعنی نوت رو به اون شکل قدرتی که باید فورتره رو باید پیانو میکردید همچین به گوش من رعایت شده نشد. چند تا تحریر از خودتون دادید که یه خورده یه دونش همچین حالت ایرانی داشت، نمیگیم رو به پرده ولی مناسب برای اون آهنگ نبود، ولی غیر از اون چند تا جا که به مراتب درست انجام نشد ولی بقیه چیزاش خیلی خوب بود. صداتون لطافت خاصی داشت. مرسی، خسته نباشید. وارتن عزیز، باید در نظر بگیریم خانم عاطفه برنامه رو شروع کرده و خود این یک استراپ خاص داره، هر هفته برنامه رو شروع کرده. بالا پایین شده. دقیقاً نفر اول همیشه خب در معرض خطره به قول معروف، ولی به نظر من بعضی نوت ها رو کامل اجرا نمی کرد، یعنی نمی رسوند. حالا خودش انشالله به امید خدا که ببینه متوجه خواهد شد که من چی دارم میگم. همینجوری که آقای مقدم هم گفتن آهنگ سختی هستش و این نوع کارها با اینکه زیبا هستش ولی خواننده باید توانایی خودشو بسنجه که بدونه. من فکر میکنم عاطفه صدای زیباست و میتونه کارهای خیلی بهتری رو اجرا بکنه که با صدای خودش بیشتر مناسبت داشته باشه، ولی در مجموع صدات زیبا هستش و انشالله که ببینیم داستان چجوری میشه. من اجرای خانم عاطفه رو دوست داشتم و بهتون بگم که اتفاقا اینجور سبک به صدای شما خیلی بیشتر میاد تا موسیقی سنتی که خوندین، مثلا مثل سبک خانم عمیرا. من بهتون پیشنهاد میکنم که این سبک پاپو بیشتر سعی کنید تو کارتون بیارید چون به صداتون خیلی بیشتر میاد. آهنگی هم که انتخاب کردین آهنگ بسیار بسیار مشکلیه، ولی شما به نظر من تا 70-80% رو تونستین به خوبی از پسش بر بیان، به اضافه اون صحبتی که دوستان هم کردن حالا اول خوندین و ولی به نظر من خوب بود، در جمع‌بندی به نظر من خوب بود. خیلی ممنون. خسته نباشین. الان دو اجرای خودتون رو داشتین، چه احساسی دارید؟ فکر میکنین به مرحله بعدی را پیدا میکنین؟ اون که هرچی خدا بخواد و هرچی که بزرگای موسیقی ما تشخیص بدن، انشالله ببینیم خدا چی میخواد. به افتخارشون بکنم. قلب تو قلب پرنده، پوستت اما پوست شیر، زندون تن و دوباره تبت داره نفسمو میگیره، دوباره هوا بی تو هر لحظه میمیرم، ته زندگیم همینجا.